سلام دوستان من، امیدوارم هر جای این دنیای بزرگ هستین حالتون خوب باشه و آماده باشین برنامه امروز سارا رو ببینین. برنامه من امروز در مورد تیرگی زیر چشم هست و اینکه میتونم که خیلی در این مورد سوال داشتین، همیشه در همه جا در موردش صحبت میشه، راه حل های پیشنهاد میشه. اول ببینیم اصلا برای چی به وجود اومده و بعد ببینیم اصلا نیازی به درمان داره یا به قابل درمان نیست. اینها رو همه رو بررسی میکنیم و در نهایت چند تا محصول خوب رو بهتون معرفی میکنم. اگه دوست دارین در ادامه برنامه لطفا با من باشین. دوستان کلم قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنم خوشحال میشم برام سابسکرایب کنین، اون زنگوله رو بزنین تا در جریان ویدیوهای جدید قرار بگیرید. لطفا ویدیو رو بین دوستاتون شیر کنین. میریم روی موضوع اصلی امروز، تیرگی زیر چشم هستش که همونطور که قبلا بهتون گفته بودم پوست اطراف چشم و زیر چشم نازکترین لایه پوستی در کل بدن ما هستش، پس مستعد آسیب دیدن سریع‌تر هستش. اما علت‌های زیادی برای این آسیب وجود داره که دونه دونه اونها رو بررسی میکنیم با هم دیگه. اولینش اما یکی از مهمترین هاش در اصل برنامه غذایی ضعیف است. برنامه غذایی که توش میوه و سبزیجات زیاد نقش پررنگی ندارن و بعد کمبود ویتامین دی. همیشه سعی کنین از مکمل های غذایی و قرص های حاوی ویتامین دی به شکل روزانه مصرف کنین. دومین علت استفاده از فست فود ها هست. و برای چی فست فود ها اینجوری روی صورت تأثیر میذارن؟ به خاطر اینکه اینها حاوی نمک خیلی زیادی هستن و باعث حبس آب و انبساط عروق خونی میشن و در نتیجه این تیرگی رو شما در زیر چشمتون میبینید. خب یک دلیل دیگرش کم آبی بدن هستش که این حالت در بدن سالم پیش نمیاد مگر اینکه کسی مشکل و بیماری داشته باشه یا مثلا گاستروانتریت باشه و این میتونه در زیر چشم خودش رو خیلی نشون بده. ولی اگه شما به شکل نرمال در طول روز به میزان کافی آب بنوشین هیچ وقت نمیتونین گرفتار این مشکل بشین. مسئله سوم ژنتیک هست، یعنی اگر پدر یا مادر این مشکل رو داشتن و در جوانی پیش اومده یا داشتن، مطمئن باشین این به هر حال به یک شکلی به فرزندان هم میرسه. این نوعی هست که درمان نمیشه یا درمانش خیلی به سختی هست و این به این معنی نیست که چون کسی زیر چشمش یه خورده تیره تر هست دنیا به آخر رسیده. نه، اصلا واقعا انقدر چیز خیلی مهمی نیست، به خصوص الان که لوازم آرایش خاصی برای برطرف کردن این موضوع وجود داره، کرم پودرها، کانسیلرها و کارکترها. ببینید نیکس یک تحصیل کننده برای این تیرگی زیر چشم داره، این هم عکسش هست. شما این رو به شکل کرم هم هست و یه حالت قرمزی به زیر چشمتون میده، میزنین، اول مرطوب کننده رو میزنین، بعد این کرم رو میزنین، تحصیل کننده این کبودی هست و بعد روش کرم پود و بعد کانسیلرتون رو میزنین. حالا چرا این کار رو میکنیم؟ چون اگر از این استفاده نکنیم و مستقیم کرم پودرتون رو استفاده کنین، این تیرگی به شکل یک لک همچنان باقی میمونه و یک حالت خاکستری و مصنوعی رو به صورتتون میده. این به خاطر این هستش. مسئله بعدی بی نظمی در تجمع رنگدانه های زیر چشم است و این چرا پیش میاد؟ مهمترین دلیلش اشعه نور خورشید هست و UVA که تاثیر مستقیم داره و در اصل این یک نوع دفاع بدن هستش. اما در کنارش بیماری های پوستی مثل آکنه، مثل لوپوس و همینطور اگزما ممکنه این حالت رو که همون اصطلاحاً هایپرپیگمنتیشن گفته میشه پیش بیاره. اما در کنارش نژادهای آفریقایی و آسیایی این تیرگی زیر چشم رو بیشتر در خودشون دارن تا نژادهای اروپایی. اما مسئله بعدی کمبود خواب هستش. همیشه به روتین زندگیتون رو در طول روز طوری تنظیم کنین که بتونین در شب به مدت 7 تا 8 ساعت حتما خواب لازم رو داشته باشین.
کمخوابی بیخوابی برابر است با تیری زیر چشم. اما مسئله بعدی که روی این مسئله خیلی تاثیر داره سن هست، اون هم به این علت که همینجوری این ناحیه نازکترین هست. پا به سن که گذاشته میشه این لایه پوستی نازکتر هم میشه. از طرفی کلاژن سازی دیگه اون حالت فعال رو مثل دوران جوانی نداره، کلاژن ها شکسته میشه، پوست خاصیت ارتجاعی خودش رو از دست میده و اولین علامتی که دیده میشه تیرگی زیر چشم هست. اما مسئله بعدی حساسیت به غذاها هست. وقتی شما به یک ماده غذایی یا یک گروه از مواد غذایی حساسیت دارید و بدونید که بدونید و مصرف میکنید، اول علائمش در زیر چشم دیده میشه. یک مثال خیلی ساده براتون بزنم، خیلی ها هستن که نسبت به هضم شیر مشکل دارن و نمیتونن اون رو تحمل کنن. همین شرایط برای این افراد هم پیش میاد. اما مسئله بعدی همطور که داریم تو براتون اینجا نوشتم هست، کمکاری تیروید هست که باز هم اولین علائمش در زیر چشم دیده میشه. که حتما وقتی که شما تحت نظر متخصصین قدرت قرار میگیرین و قرصهای مناسب رو مصرف میکنین و بدنتون در از تیروید به یک بالانس و تعادل میرسه، این تیرگی هم کم کم بهبود پیدا میکنه. تمام این دلایل رو توضیح دادیم، حالا میریم سر وقت محصولات. اولین محصولی خورده قیمتش بالا هست، 49 پوند هست و سه تا کار رو با هم انجام میده در یک محصول هست و با نام کالر ساینس هستش و در اصل یک کانسیلر هم هستش، یعنی هم درمانی هم زیبایی هستش. وقتی که و یک تاثیر آشکار روی علائم پیری چشم داره و بلافاصله در ناحیه اون قسمت چشم که تیره است رو روشن میکنه، عیب ها رو اصلاح میکنه، سیاهی و پف رو بهبود میده و حاوی موادی هست که محافظت میکنه. با چه موادی؟ مواد 100% معدنی با SPF 35 و دفاع پوست در برابر عوامل استرس‌های طبیعی و یک آبرسان فوق‌العاده عالی هستش. این محصول دیگه که تقریباً همه جا هست و من ترجیح میدم که این رو معرفیش کنم، اما در کنار اینها خیلی چیز خوبی هست، از کمپانی لورا چپاسی یک استیک برای در از حاوی SPF پلاس 50 هست. این فوق‌العاده عالیه، حتی پوست های حساس میتونن ازش استفاده کنن. یک محافظت عالی رو در مقابل اشعه UVA و UVB میده. از طرفی این رو جمله به جملهش رو ترجمه میکنم براتون میگم، از نظر آزمایشگاهی و مطالعات بالینی توسط متخصصین مشهور درماتولوژیست دنیا 99% اونها این رو تایید کردن. حالا چرا تایید شده؟ چه چیز خاصی داره این محصول؟ خب حداقل آلرژی رو ایجاد میکنه، بدون پارابن هستش و مواد رنگی، بدون عطر. ببینید عزیزان، هر کرم دور چشم هر نوعش که حاوی خوشبو کننده باشه مثل یک سم برای دور چشمتون هست و این بدون عطر هست و از همه اینها گذشته آنتی کومودوژن هست. پس عزیزانی که پوست های جوشدار یا مستعد جوش دارن با خیال راحت میتونن این محصول رو استفاده کنن. بعد نکته انتهایی این که این محصول رو باید 30 دقیقه قبل از اینکه از خونه خارج بشین استفاده کنید. حالا در کنارش یه محصول ارزون قیمت ولی خیلی با کیفیت عالی میخوام بهتون معرفی کنم، با کمپانیش که خیلی معروف است، The Ordinary، مورد علاقه همین عزیزان هستش، ولی این یک کافئین سولوشنش هستش. این فرمول با یک بافت سبک با که در اصل یک کافئین 5% رو داره و با برگ‌های چای سبز تکمیل شده. خب و کاری که انجام میده باعث کاهش پف تیرگی دور چشم میشه و باعث کاهش سلولیت. این هم از ویدئوی امروز عزیزان، امیدوارم که مورد توجه شما همه عزیزان قرار گرفته باشه. لطفاً باز هم اگر در مورد این محصولات و هر سوالی که دارین لطفاً زیر همین ویدیو مطرح کنین و من با میل جون اونها رو جواب میدم. خیلی دوستتون دارم. مواظب خودتون باشین تا ویدئوی بعدی. خدا نگهدار.